جزئیات ترور اسماعیل هنیه در تهران. سپاه پاسداران در ایران اعلام کرده است که اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس و یکی از محافظان او در محل اقامت خود در تهران ترور شدند. حماس همین خبر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه نوشت آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران ترور شدند. به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده است با عرض تسلیت به ملت قهرمان فلسطین و امت اسلامی و رزمندگان جبهه مقاومت و ملت شریف ایران، بامداد امروز چهارشنبه محل اقامت جناب آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه ایشان و یک نفر از محافظان وی به شهادت رسیدند. این بیانیه افزود علت و ابعاد این حادثه در حال بررسی و نتایج آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. برخی رسانه ها هم گزارش دادند اسماعیل هنیه که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به تهران آمده بود، در یکی از اقامتگاه های ویژه جانبازان در شمال تهران مستقر بود که با اصابت پرتابه ای از هوا ترور شد. اسماعیل هنیه 62 ساله از دهه 1980 از اعضای برجسته جنبش حماس بود. اسرائیل در جریان سرکوب اولین انتفاضه فلسطین در سال 1989 اسماعیل هنیه را برای 3 سال زندانی کرد. هنیه در سال 2006 بعد از آنکه حماس برنده بیشترین کرسی‌ها در انتخابات شد، از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان نخست وزیر منصوب شد. او 1 سال بعد در پی اخراج حزب فتح از غزه توسط حماس از این سمت خلع شد. او در سال 2017 به عنوان سرپرست دفتر سیاسی حماس انتخاب شد. وزارت خارجه آمریکا در سال 2018 اسماعیل هنیه را در فهرست تروریستی قرار داد. او در سالهای اخیر در قطر زندگی می کرد. حماس در بیانیه‌ای گفت که آقای هنیه در عملیات اسرائیل در محل سکونت خود در تهران کشته شده است. او بعد از شرکت در مراسم سوگند مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ترور شد. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. یک مقام ارشد حماس قول داده است که این گروه به ترور اسماعیل هنیه پاسخ خواهد داد. به گزارش تلویزیون الاقصا وابسته به حماس، موسی ابو مرزوق این عملیات را یک عملیات بزدلانه که بی مکافات نخواهد بود توصیف کرد. اسرائیل تاکنون در مورد این عملیات اظهار نظری نکرده است. ارتش اسرائیل به چندین رسانه خبری از جمله CNN و خبرگزاری فرانسه گفته است که حاضر نیست در مورد گزارش‌ها در مورد مرگ اسماعیل هنیه اظهار نظر کند. با این حال برخی سیاستمداران اسرائیل از جمله آمیچای ایلیاهو وزیر میراث که از اعضای راست افراطی است با آن واکنش نشان داده است. او در شبکه X نوشت که با مرگ هنیه جهان جای بهتری خواهد بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ترور اسماعیل هنیه را محکوم کرد. محمود عباس این ترور را اقدامی بزدلانه و رویدادی خطرناک خوانده است. او در بیانیه‌ای که خبرگزاری فلسطینی وفا منتشر کرد از فلسطینی‌ها خواست در برابر اشغالگری اسرائیل متحد، صبور و پایدار باشند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس پیوند عمیق و ناگسستنی ایران، فلسطین و مقاومت را مستحکم تر خواهد کرد. کشته شدن هنیه تنها 1 ساعت پس از آن صورت گرفت که اسرائیل مدعی شد فرمانده ارشد نظامی حزب الله لبنان کشته شده است. اسرائیل اعلام کرد که در تلافی حمله موشکی به بلندی‌های جولان اشغالی در آخر هفته، فؤاد شکر در یک حمله هوایی کشته شده است. حزب الله هر گونه دست داشتن در آن حمله را رد کرده بود. ارتش اسرائیل سه‌شنبه شب مدعی شد که فؤاد شکر در جریان یک حمله هدفمند مبتنی بر اطلاعات تجسسی از پای درآورده است. آمریکا فؤاد شکر را یکی از ارشدترین فرماندهان حزب الله و مشاور عالی سید حسن نصرالله رهبر این گروه می‌داند و برای نقش ادعایی او در بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت فؤاد شکر را تحت تعقیب قرار داده و برایش 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.